ادامه نبردها در بیشتر بخش و گز کشور. در این روزها سخن از راه اندازی عملیاتها در بخش و یاسی پذیر کشور به ویژه در هلمند گفته می شود، جاهایی که سخت زیر تهدید هستند. طالب دیگه از همه جهگاه عمله میکنه دیگه. نظامیان کشور هر روز در گیر نبرد با جنگجویان طالب در هلمند هستند. نیازمندی های نیروها نیز در نبرد ها ظاهرا بسیار هستند. کمکی از پیش سر بیاد توان داریم. با 4 نفر خود نمیشه عملیات کنیم. عملیات دولت کمک بکنه، پیش سر مهمات میرسونه. چی میکنم ما عملیات میکنیم. کم بودی نفر است، بست ما کم است. نفر که دولت تا کمک کنه از خلوردو از لواکی بیاد میرن. نگهداری نشدن بخشای پاکسازی شده از طالبان هم نگرانی های را به همراه شده است، چیزی که میتواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. یکی بی تفاوتی هست، دشمن رانده شد فکر میکنه که ما دیگه آرام بشینیم، برای بعدی فکر نمیکنه که دشمن ممکن باز بیه، بی تفاوت باقی میمانه. و دوم سوق اداره ضعیف است. پیشتر هم بخشایی که با قربانی های زیاد و با هزینه های بلند از وجود طالبان پاکسازی شدند، بار دیگر به دست این جنگجویان رفتند. هدف اساسی ما ایست که در هر نقطه که دشمن از سوال نباید آسی ببینه، رهبریشان از بین بره، منابعشان از بین بره و عملیات های ما گسترش پیدا بکنن. برای حفظ ساحات ما نیاز داریم که از راهکارهای دیگه خود کار بگیریم، جابجا کردن پلیس محلی، خیزش‌های مردمی و حمایت مردم در ساحات. افغانستان 352,000 نظامی برای دفاع از خودش دارد، اما ظاهراً در اوضاعی کنونی و با گسترش خشونت‌ها و نبردها این شمار نمی‌تواند بسنده باشد.